سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام اینجا کوکتل تی وی و اومدیم واسه اخبار رپی، اولین اخبار رپی سال 2022. ضمن اینکه تبریک میگم سال جدید میلادی رو به تمام کسانی که این سالو جشن میگیرن و این نویدو بهتون میدم که هر سالی که آغاز میشه فقط یه بهونه است برای اینکه یاد بگیریم ما هم میتونیم تغییر کنیم و میتونیم عوض کنیم، ذهنیتمون عوض شه، بتونیم بریم واسه اینکه کارهای جدید بکنیم و اون خود قدیمی رو بندازیم دور و یعنی چیز دیگه این تغییر نمیکنه. خلاصه یه بهونه است برای جشن گرفتن و این داستانا. امیدوارم که شما هم جشن بگیرید و یعنی گرفته باشید و حالتون خوب باشه و سعی کنید که برید واسه هدفاتون و یک آدم جدید و تازه بشید. دمتون گرم. خلاصه این از این، بدون هیچ معطلی دیگه میریم واسه اینکه اخبار رپی رو داشته باشیم. خب بازار کنسرت ها همچنان گرم، خوشبختانه داره کنسل نمیشه کنسرت ها و یه ذره دارن کرونا رو خب به هر حال کنترلش میکنن دیگه. اولین کنسرتی که داریم تو سال جدید که تازه خبرش داده شده، کنسرت عرفان جیدال، مدگل، دنی اسدی هست در ونکوور 20 فوریه سال جدید که 2022. کنسرت بعدی که داریم برای اولین بار گروه ونچونز در لندن کنسرت خواهند داشت و این خیلی باحال و جذاب میتونه باشه. خبر بعد اینه که هنوز نگفتن چه روزی چه تاریخی این داستانا، اما از الان گفتن که قرار همچین داستانی باشه. خبرهای تکمیلیش رو تو اخبار بعدی‌های آینده خواهیم داشت. خب میرسیم تو قسمت کامینگسون. یک سری صحبت‌ها رو کردیم راجع به آلبوم هایی که قرار بود در آینده بیاد، یعنی تو این سال چند تا آلبوم یادمون رفته بود. یکیش آلبوم فدایی بود که چند ماه پیش گفته بودن تا 6 ماه آینده میاد و حتی توش به نظر میاد با یک خواننده افغان، رپر افغان شاید فیت داشته باشه و خب توی سال 2022 فکر میکنم دیگه قطعا داشته باشیم ما این آلبوم. و حالا بعد ببینیم وای میستن که اتفاقی سیاسی چیزی بیفته که بدن مثل سیاستایی که داشتن یا نه. به هر حال موقعی که دوستان هم شاید هم رپ داشته باشه، مثلا مثل آهنگای آلبومایی که پخش میکنن تو 13 فروردین یا مثلا 22 بهمن، اینا تو روزایی که به هر حال رپ داره به سیاست و این حرفا پخش میکنن، شاید توی یه همچین تاریخی پخش بشه. آلبوم یاس هم خواهیم داشت، همکاری تک 9 و یاس و پیشرو هم خواهیم داشت که خیلی داره طولانی میشه، معلوم نیست که میاد آخر، اما بعد منتظر اون داستان هم باشیم که ببینیم چی میشه دیگه. به نظرم اون فیت بیاد که میترکونه رزا پیشرو یاس که بغل هم چقدر عالی، تک 9 هم که هست. خلاصه بگذاریم از این، یه سری توضیحا رو دادیم راجع به آلبوم پوریا پوتک که خودش هم بعدن اومد صحبت کرد، اما پیش فروش این آلبوم شروع شد و تاریخ دقیق ارزش هم گفت و اونم همونطور که حد زده بودیم تو این ماه خواهد بود و 20 این ماه خواهد بود. آلبوم برای پیش فروش گذاشته، خیلی قیمتش مناسب، 58000 تومان با این همه موزیک ویدیو و این همه کارهای باحالی که داره میکنه، خیلی ارزون و خیلی باحاله. و اینکه خودش گفت 58 بغل هم میشه 13، واسه همین 58 تومن گذاشتیم. خب 85 هم میتونست بذاره ولی خب 58 گذاشته که سبکتر باشه، هزینه هم زیاد کرده با توجه به اینکه موزیک ویدیو آلبوم خواهد بود و همه ترکاش به هر حال میخواد موزیک ویدیو بشه و این جذاب. خلاصه یه سری توضیحات دیگه داد. شما وقتی آلبوم رو بخرید با این قیمت ارزون که از سایت پرشن رپ میتونید خریداری کنید، یه آلبوم خواهید دریافت خواهید کرد از پوریا پوتک که خودش گفته میکستیپ و از خواننده های خواهد بود که فوت شدن. همونطور که میدونیم خب پوریا پوتک عاشق لیل پیپ، احتمالاً یه ترک ریمیک یا حالا ریمیکس یا تو میکسیپ دیگه خواهد داشت از لیل پیپ و شاید XXXTentacion یا XXXTentacion و حتی مک میلر، ولی مطمئنم لیل پیپ توش هست. خلاصه گفت اینو بخرید یه بونوس ترک هم دریافت میکنید از یه خواننده دیگه که این جذابه و نمیدونم چی میتونه باشه، بعد ببینیم که چی میتونه باشه. دو تا موزیک ویدیو رو هم خیلی با کیفیت دریافت میکنید. حالا من فکر میکنم به یوتیوب که همه باید 4K بیاد، نمیدونم این داستانش چیه. اما به جز اونم گفت کسایی که بیشترین خریدو بکنن، دو نفر از اونایی که بیشترین مبلغ آلبومو حمایت بکنن و اون کسی که اسم آلبومو درست حد زده بود که رودشیلد بوده باشه، یعنی هست، به هزینه خودشون میارتشون اوکراین، یعنی پیش خودش و یه هفته پیش خودش خواهند بود. به گفته خوش از یه هفته تا بیشتر دیگه. فکر می‌کنم خیلی داره چیز عجیب غریبیه، حالا یه هفته فنش بیاد پیش خوش تا یه هفته بیشتر، هم یه هزینه سنگینی هم عجیب غریبه، نمیدونم چرا تصمیم گرفته این کارو بکنه. توضیح دیگه این نداشت و بعد منتظر آلبوم پوریا پوتک باشیم با آهنگسازی کچی بیتس به زودی. یه دمو هم پخش کرد، دموشو با هم میبینیم. پوریا پوتک 100% تا داستانا هماهنگن، نویسنده راست چایلده. خب از این موضوع که بگذاریم میرسیم به یه خبر بمب دیگه. امید هنرور که منیجر فکر میکنم کمپانی خط باشه و یه دوست نزدیک برای امیر خلوت، نمیدونم منیجر امیر خلوت هست یا نه، اما همونطور که میدونید توی بتل رینگ هم نقش داشت و خیلی کارا رو خوب برد جلو. این داستان اومد یه استوری گذاشت گفت آقا رینگ استقبالش باحال بود، بیایم فیت کنیم خلوتو با کچی بیتس یا نه، و توضیح داد که سوال که بیت واسش فرستاده بود که به نظرش خلوت و کچی روش خوب میشدن، نظر سنجی گذاشت. همونطور که میبینید خیلی رأی داده بودن این اتفاق بیفته. بعدش خود کچی بیتس و امیر خلوت از این استقبال کردن و گفتن آقا پدرکشتگی که نداشتیم، این فیت هم خواهد اومد. حالا توی آلبومی خواهد بود یا سینگل ترک باشه معلوم نیست، اما خبر خوبیه که تو این سال جدید یه فیت خواهیم داشت، امیر خلوت و کچی بیتس. داشتم این نظر مثبت شما چیه؟ نظر من اینه که ما با خشم پدرکشتگی که حالا نداریم، یه حتی رفاقتی هم از قبل بوده. همیشه هم گفتم هیچ مشکلی اونقدر بزرگ نیست که نشه حلش کرد. حالا اگر یه فرصتی باشه بشه کدورت‌ها رو ریخت دور، رفاقت‌ها رو زنده کرد. من استقبالم می‌کنم. در مورد کارم وقتی ترکیبی که نتیجه خوب میده و مردم دوست دارن، چرا که نه، هر چه پیش آید خوش آید. خب میرسیم به آلبوم آدرنالین 2 که داره معرفی میشه و همونطور که میدونید آرتیست ها دارن به ترتیب معرفی میشن. نسیم به عنوان آرتیست جدید توی این آلبوم معرفی شده. یادتون باشه 3-4 ماه پیش بود که دیدیم نسیم رضا پیشرو رو فالو کرده و من اونجا حد زدم شاید فیتی بینشون اتفاق بیفته. با توجه به اینکه رضا پیشرو تو این آلبوم هست، نسیم هم تو این آلبوم هست و آلبوم‌های وریاس آرتیست معمولاً فیت توش زیاده و از این داستانا، من فکر می‌کنم احتمال اینکه نسیم با رضا پیشرو تو این آلبوم فیت داشته باشم هست که اگه داشته باشی جنجال عجیب غریبی اتفاق میفته. به هر حال نسیم عضو سابق زدبازی با یکی از دشمن‌ها یا میشه گفت رقیب‌های دیرینه زدبازی قراره که فیت بدن. به احتمال 100% هیچ خبری نمیدم، احتمالی هست که فقط داریم با هم بررسی میکنیم. حالا باید بیاد ببینیم که چه جوری میشه دیگه نظر دیگه ندیم. خب با هم توضیحات راجع به نسیم دیدیم. الان فرداست. دیروز اخبار رپی رو ضبط کرده بودیم، اینو الان اضافه کردیم. چرا؟ چون خبر اومد و گفتیم اضافه کنیم و اخبار رو کامل بدیم. خب یه سری پیش بینی کرده بودیم راجع به نسیم که فکر می‌کردیم فیت با پیشرو باشه که دیدیم هست، اما اشتباه اینجا بود که فکر می‌کردیم توی آلبوم آدرنالین 2 خواهد بود که اما اینطوری نیست. پس نسیم یه ترک توی آلبوم آدرنالین داره و اولین سینگل ترک آلبوم بلند خودش به اسم پارادوکس با رضا پیشرو خواهد بود به اسم معجزه که نوید یه ترک باحال میده و احتمالاً جنجالی و بعدش 100% یه سری جنجالا پیش خواهد آمد که یه عضو سابق زدبازی با رقیب دیرینشون خونده. حالا باید ببینیم واکنش‌ها چجوری میره. این عکسی هم هست که از این به هر حال موزیک ویدیو منتشر شد و قراره به زودی پخش بشه. استوری رو داشتیم از لیتو که خبر از فیت جدیدش با سپهر خلسه میده که اونم توی سال جدید منتشر میشه. چه سالی خواهیم داشت. و بجز این هیپاپولوژیست هم توی Q&A که داشت با به هر حال فناش و اونا گفته بودن فیت داری یا نه، اشاره کرده بود که فیت با بهزاد لیتو خواهد داشت. پس 2 تا ترک هم توی سال جدید، حالا معلوم نیست کی پخش میشه، اما از بهزاد لیتو خواهیم داشت که با سپهر خلسه و یکی با سروش هیپاپولوژیست. علی اوج هم یک پست از خودش گذاشت، یک عکس به این شکل و برنامه کاریشو این زیر نوشت که یعنی زیر اون نوشت تو کپشنش که با هم میخونیم نوشته بود 2 تا موزیک ویدیو تو آلبوم آدرنالین دارم. پس 2 تا ترک و 2 تا موزیک ویدیو تو آلبوم آدرنالین علی اوج هم خواهد بود. یه ویدیوی گروهی تو راهه. تو آلبوم خاکستر روشن 2 حضور دارم. پس خاکستر روشن هم وول 2 داره و به نظر میاد حتی پخشش ممکنه نزدیک باشه که از الان داره این حرفو علی اوج میزنه. اما یه آلبوم با قدر داریم که تو مرحله ساخته. امید قدر همونطور که میدونید داداش کوچیک‌تر علی اوج یا آهنگساز خیلی باحالی هست. یه ویدیو دلنوشت تو مراحل ساخت داریم که اینم باحاله. با چند تا از هنرمندان نقاش و دنس هم همکاری کردم که اون کار هم تو مراحل ساخته، به زودی میبینین. چند تا برنامه هم برای یوتیوب داریم که در جریان قرار میگیرید. تنها رو داشتیم از کوروش به همراهی ددان. هنوز غرق نگاتم تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم نگرفت کسی بعدت هم یه لحظه که جاتم. خب چون این هفته فقط یه دونه آلبوم داشتیم، بخش آلبومو نداریم، تو همین نیو ریلیز میگیم قاصدک که تنها رو داشتیم از جیدال و پویان اردلان با آهنگسازی دارا که دو تا ترک بود منتشر شد. یه مشکلی داشت، ورژن که روی یوتیوب پخش شده بود خیلی بی‌کیفیت بود، اما از ساندکلاد میتونید برید گوش کنید این آلبومو. خاموشم تنو باز نمی‌کنم درا رو نمیخوام اون لبا تک و تنها میبرم با عبرو نمی کنم فکر فردا رو کمر را بداریم وای میستم تا بکنیم بیفتم باز به زمین لباسات نگاهات برا من داره منی هم توی خواب منی هم تو هم خواب منی دنیا رو برده آب و تو تنها هم قایقمی. ترک پس رو داشتیم از سینا، پایا، یارا و سارا و یه نکته جالب و باحالی که هست، پایا تو این دو سه تا ترک اخیرش داره نشون میده که داره برمیگرده به اون پایای قدیمی، یکم آهنگاش بهتر شده، امیدواریم همین روند رو ادامه بده و به اون نقطه اوج خودش، دوران اوج خودش برگرده. بیا بالا بی برو برگرد اینجا نیرو لسم کن ترک مخاطب داشتیم از سرطان و مسیح بیت باکس. کلی قافیه دارم توی قلکم رپ یه کوه منم روی قلشم بگم به اون ریمیکس بمون با من آرتا و کوروش رو داشتیم از دی جی ساشا. بیسترک کاردیو داشتیم از هیپاپولو. فریستال خرسمو داشتیم از دلو. چاقالا با هم بدم ولی همه آهنگامو حفظن همشونم که بذاری رو هم بازم نمیشن نصفم آرزوشون اینه اسمشونو بیارم توی ورسم اما نهایتش به حضورشون برسه به خرسم به میگن کم پیدام دوستا و فن پیجان. دیسبک لمیلند رو داشتیم از زیرو تونی وان. از دستم شکاری ریز به منداختی تیکه حت میزنم سر گیلاس فشاری لول موزیک کرده زخمی پیشنهاد میکنم. دیس و دیسبک داشتیم بین تی جی و مجهول و کیارب. اول از همه تی جی اومد آهنگ بهروز رو منتشر کرد، تیکایی رو به مجهول و کیارب انداخت، بعد از اون بدوز رو داد مجهول، بعد از اون بسوز رو داد تی جی و بعد از اون بسیک رو داد کیارب که اینا رو به ترتیب با هم گوش میدیم. این بچه پولدار نی بچه پول سازه تو تهران را میریم و کتمون بازه تو تکون رول تو مواتو بباف بلند شو به پوش کده تو آدرس و اشتباه آمدی دو ایجت فیت با پیش رو خواهی مالی ولی برا منیجر امجی بابا جمع کن نمیاد تو کون راستی نگفتی اخوارا کجا بیا خاکونی بودی کونه کجا رفیقا گولاخ تو رگی تو رفیقاتم سولاخ صورتی انقدی چی نداره بگه که مینازه به پولاش زورکی. روز سیاه داشتیم از ده کیارش. کاره این روانی تموم اووردوز 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 اووردوز. درک شاه و رعیت رو داشتیم از امیر اسپار و اگه اشتباه نکنم ادلر. نمیزنم به سینه جای پرد کردن جدا نیست شاه از رعیت ماد بشم واسه هم بردن پیکو زدیم لب جوب شب و کنار تنگ بد روزت نیاز نیداد زدن خود. بارون دو رو داشتیم از وایزی. این کف شهر این روز سخته به یادت هم داشتیم از چیتویم و مهرو. نمون بگو کجایی الان این رابطه فقط ساختی تو رایی برام دیگه نمیگیری نه حتی سراغی اما یه چی رو داشتیم از کیارب به همراهی پوریا ادوریت. تو میخونی خوراک محرمه یه چی میخونم ایتر رو هوا معلقه. دوتا دیسترک داشتیم از امیر ریبار. نکته جالبی بود که این دوتا ترک رو زیر 24 ساعت منتشر کرد، یعنی یه ترک داد کمتر از 24 ساعت ترک بعدی رو داد. ترک اولی اسمش FAN بود که میشه فاک یال نمیتونیم اینو بگیم انورده و بعدی ترک سکسک که تیکه هایی رو ما توش میدیدیم به زیرو تونی وان کیده. چه قسمت دیفاع الکی واقعی نیست چون نمیدونن بخونن راجع به چی اینا دنبال فالوور میگردن من تو بوگاتی میشم وارد سی سناتون بالای مغزتون کوچیک آنتن نمیری لندن اوبی بیا ایران رندت کنیم کیرم تو گنگی که میخونیش بابا اینجا دنبال ما میفته هر شب پلیس. و ترک جدیدی رو داشتیم از ویناک به اسم 44 که به نظر میاد ویناک اسمشو عوض کرده به BG4 اگه اشتباه نکنم، اونجور که حالا خودش یه توضیح که نداد استوری اینا نذاش، ولی تغییراتی که میبینیم تو اسمی که حالا توی ترک اومده اینا BG4 فکر کنم اسمشو گذاشته ویناک و ترک 44 رو منتشر کرد. رولم دیده همیشه میچوقم از توی کیس خلیفه، بغلم میکشه پیر قبیله نکشه، هرکی میگه چیز بدیه. خب این بوده از آهنگای جدیدی که منتشر شدن و خبرهایی که بود. حالا با هم صحبت کردیم و این داستانا، اما میخوام باز یه ترک معرفی کنم طبق روال همیشه و اونم یه ترک بسیار خاطره انگیز از لیبل کاغذ که اون قدیما چقدر این دوتا با هم خفن بودن. منظورم صادق و حسین، چه آهنگای باحالی میومد و آهنگی که میخوایم با هم گوش کنیم آهنگ جفت کفشه. با همین ترک رو گوش میده. یه جفت کفش وامه که بوی خاک میده، دوتی کف صاف ساره ما رو به دوش کشیده، توی سطح خیابون رو کرده ما رو بالا پایین، میمیری میمونی رو دست اگه با ما باشی هایی. خب این بوده از اخبار رپی امروز و اولین اخبار رپی امسال. کلی اخبار رپی باحال و این داستانا با هم خواهیم داشت دیگه. خیلی خبر زیاده، خیلی آلبوم زیاده امسال. فکر میکنم که رپ فارسی میترکه. حالا یه سری دیس و دیسبک و این حرفا هم خواهیم داشت 100% با توجه به اینکه داریم میبینیم چه بیفایی استارت شده. همین دیگه، منتظر خبرها از آلبوم فدایی و یاس هم باید باشیم که هیچی نمیگن. کاش بیان یه چیزی بگن، یه خبری بدن، یه بازارگرمی بکنن. حالا درسته با رسانه و اینا کار نمیکنن، اما این بازیگرمیه خودش یه بحث داستانه و نمیدونم چرا اتفاق نمیفته. کاش بیان و یه سری حرفا بزنه، حالا استوری، مصاحبه، چیزی که قشنگ ببینیم چه خبر قرار هست که بشه. و خلاصه این از این. دمتون گرم که تا حالا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم یه سال توپ خوب عالی و بم داشته باشید. اگه تا الان هدفاتون رو دنبال نکردید، اگه تا الان نگرانید که چرا نرسیدید، چرا اینجور، چرا اونجور فلان، الان یه بهونه است که خودتون رو از اول یه شارژ بکنید، یه ریستارت بکنید و ببینید چی دارید، چه امکاناتی دارید و با اونا میتونید چیکار بکنید. برنامه‌تون رو بچینید، برید واسه هدفاتون که همه میتونن به هدفشون برسن. فقط مهم اینه که دیسیپلین، نظم و تلاش و اراده داشته باشی. همین. برو بریم. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. See you soon.